بسم الله الرحمن الرحیم. خدا کنه همه سالم و صحتمند باشه. شروع میکنیم درس دوم ما از کتاب پاتولوژی سیستمی. در جلسه قبل ما فرد فشار خون خواندیم و گفتیم فشار نرمال عبارت از فشاریه که در محدوده پایین تر از 120 بر 80 میلیمتر ستون سیما باشه و فرد فشار در حالتی گفته میتونیم که فشار بیشتر از 140 میلیمتر ستون سیما باشه، یعنی بیشتر از 140 بر 90 میلیمتر ستون سیما باشه، و در صورتی که به صورت متمادی فشار بلندتر از این نشان داده بشه ایر فرط فشار خون میگیم. خب در حالت نرمال فشار خون توسط بعضی فاکتورهای همیشه تنظیم میشه و این تنظیمات در نتیجه تأثیر بعضی فاکتورها بالای دو فاکتور دیگه که عبارت از آوتپوت قلبی هست و مقاومت محیطی هست، در نتیجه تأثیر بعضی فاکتورها روی این دو فاکتور تنظیم میشه. خود آوتپوت قلبی یا برونده قلبی عبارت از مقدار خونیه که قلب در یک دقیقه پمپ میکنه و مقدار نرمال از این بین 4.5 تا 5 لیتر گفتن. حالا بعضی فاکتورها روی از این تاثیر میکنه و خود آوتپوت قلبی تحت تاثیر فاکتورهای قلبی و حجم خون هست. حجم خون وابسته باز به بعضی فاکتورهای دیگه هست، یعنی حجم خون توسط این فاکتورها تعیین میشه که از جمله سدیم خونه، یعنی هر قدر سدیم در خون زیاد باشه حجم خون افزایش پیدا میکنه. منرال و کورتیکوت ها هستن از جمله هورمون الدسترون که اینا بالای تنظیم حجم خون تاثیر دارن. افراز الدسترون باعث افزایش جذب سدیم و در نتیجه افزایش جذب آب و بلند رفتن حجم خون و در نتیجه بلند رفتن فشار خون میشه. و همچنان ANP یا Atrial Natriuretic Peptide. این پپتید از جدار عزین راست یا دهلیز راست قلبی افراز میشه که بالای حجم خون تاثیر برعکس منرال کورتیکوید ها داره، یعنی زمانی که حجم خون افزایش پیدا میکنه ANP افراز میشه و باعث کاهش حجم خون و در نتیجه کاهش فشار خون میشه. فاکتورهای قلبی شامل ریت قلبی یا ضربان قلبی و همچنان قدرت تقلصیت قلبی هست، یعنی هر قدر قدرت تقلصیت قلب زیاد باشه در نتیجه آوتپوت قلب افزایش پیدا میکنه و اینا همه فاکتورهایی هستند که میتونن هر کدوم کم و زیاد از اینا باعث کاهش یا افزایش فشار خون بشن. فاکتورهای محیطی در نتیجه تأثیرات عصبی و هورمونی به وجود می آید. این تغییرات هورمونی در نتیجه بعضی از فاکتورهایی که باعث انقباض اویه میشن، وازوکانستریکتور میگیم اینا رو، و بعضی فاکتورها باعث اتساع اویه میشن که اونا رو باز باز دایلاتور میگیم. این فاکتورها و همچنان یک دیگه فاکتورهای به نام فاکتورهای نسجی یاد میکنن. فاکتورهای نسجی مثل هستامین، مثل آیون پتاسیم، مثل آیون هیدروژن، اینا بالای اویه تاثیر میکنن و باعث انقباض یا انبساط اویه میشن. حالا اینکه چی وقت فاکتورهای مقبض الوعایی افراز بشن یا اینکه فاکتورهای اتساع دهنده اویه، نظر به اطلاعی که برو رسپتورها به اینا میدن فرق میکنه. برو رسپتورها رسپتورهایی هستن که در داخل شریان کاروتید و همچنان در قسمت قوس ابهر قرار دارن. اینا فشار خون رو حس میکنن و در صورتی که فشار خون افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه در نتیجه باعث آزاد شدن هر کدام از این فاکتورها میشن که در نتیجه اویه یا اتساع پیدا میکنه و یا انقباض پیدا میکنه که بعدن مفصل تر اینا رو میخونیم. و همچنان رسپتورهای عصبی الفا ادرینرژیک و بتا ادرینرژیک، اینا هم بالای
انقباض و انبساط ریه تأثیر دارن و در حالت نرمال یک اوتورگولیشن وجود داره، یعنی که زمانی که فشار خون کاهش پیدا کنه، یعنی حجم خون کاهش پیدا کنه، در ریه محیطی یک انقباضی به وجود میاد که خون در قسمت‌های محیطی کمتر گردش میکنه، در نتیجه مقدار خون در ریه مرکزی، در احشای مرکزی زیاد میشه که از جمله احشای مرکزی کلیه و مغز و قلب هستن، به اینا خون افزایش پیدا میکنه. و برعکس در صورتی که حجم خون زیاد باشه، ریه مرکزی یعنی ریه احشای مرکزی اینا انقباض میکنن که خون زیادی به احشا نرسه، چون افزایش خون، افزایش فشار خون در احشا، در احشای مرکزی مثل مغز، قلب و کلیه میتونه مشکل ساز باشه. اعضایی که بالای تنظیم فشار خون تأثیر میکنن در قدم اول کلیه ها هستن و بعدن غدوات ادرینال و مایوکارد یا عضله قلبی، اینا هم تأثیر میگذارن. اول تأثیرات کلیه. کلیه به دو طریق بالای فشار خون تأثیر میگذاره. زمانی که فشار خون کم بشه، یعنی مقدار خون کمی به کلیه ها میرسه. وقتی که خون کمی به کلیه ها رسید، کلیه از این مقدار خون کمی برداشته میکنه که جریان خون عمومی کم شده، بنابراین باعث آزاد شدن رینین میشه که این رینین میره بالای انجیوتنسینی که از کبد آزاد شده تأثیر میگذاره و این انجیوتنسینه به انجیوتنسین یک تبدیل میکنه. انجیوتنسین یک از طریق انزایم انجیوتنسین کانورتاز تبدیل میشه به انجیوتنسین دو. انجیوتنسین دو میای تأثیرات خور میگذاره. اولین کاری که میکنه باعث میشه که جدار ریه انقباض کنه، یعنی حجم خونی که در داخل ریه هست با این انقباض تقریبا جبران میشه. در قدم بعدی میره بالای کلیه ها، بالای ببخشید غدوات فوق الکلیه تأثیر میگذاره و باعث آزاد شدن الدسترون میشه که خود الدسترون باعث میشه که سودیم اتراح از این کاهش پیدا بکنه و زمانی که سودیم اتراح کاهش پیدا کرد باعث جذب آب میشه که جذب آب و سودیم اینا میتونن باعث افزایش حجم خون در نتیجه افزایش فشار خون بشن. تأثیر سومی که انجیوتنسین میگذاره اینه که میره بالای قده نخامیه تأثیر میکنه و باعث افراز ADH یا آنتی دیورتیک هورمون میشه که این آنتی دیورتیک هورمون باعث افزایش جذب آب از توبولهای غریبه میشه و در نتیجه ایست تأثیری که انجیوتنسین میکنه، اول بالای ریه تأثیر میکنه، قطر ریه کم میکنه، باعث افزایش جذب آب میشه، باعث افزایش افراز الدسترون و نهایتا افزایش حجم خون میشه که هر سه این تأثیر با همدیگه باعث افزایش فشار خون میشن. این در حالتی بود که حجم خون، فشار خون کاهش پیدا کرده بودی و حجم خون کم بود. ولی در صورتی که فشار خون افزایش پیدا کنه و حجم خون زیادی به کلیه ها برسه، باز در این صورت کلیه فاکتورهای افراز میکنه که باعث میشن فشار خون کاهش پیدا کنه که از جمله پروستاگلاندین و نایتریک اکساید. هر دوی از این فاکتورها تأثیرات متسع کننده یا اتصادهنده عروق هستند و باعث میشن که قطر ریه زیاد بشه، در نتیجه حجم خون با ای اتساع ریه تنظیم میشه. و همچنان اثر تنظیمی که گفتیم غدوات ادرینال و عضله قلبی دارن. غدوات ادرینال همون رقم که قبلا گفتیم با افراز الدسترون که در نتیجه تحریک رینین، انجیوتنسین، الدسترون به وجود می آمد باعث افزایش جذب سودیم و آب می شن. اما مایوکارد یا عضله قلبی
در صورتی که حجم خون افزایش پیدا کنه. حجم خون که افزایش پیدا میکنه باعث کشیده شدن بیش از حد عزینات یا دهلیزهای قلبی میشن و در نتیجه دهلیزهای قلبی ANP یا Atrial Natriuretic Peptide آزاد میکنن که این تاثیرات برعکس الاسترون و رینین انجیوتنسین سیستم رو داره. یعنی میره در ابتدا باعث اتسای عروق میشه، میره بالای کورتکس قدوات ادرینال تاثیر میکنه و باعث کاهش افراز الدسترون میشه، بالای کلیه ها تاثیر میکنه و در نتیجه مقدار رینین کم میشه، رینین که کم بشه انجیوتنسین 2 هم کمه و همچنان دوباره تاثیر میذاره روی الدسترون که مقدار ازی کم میشه و از نتیجه تاثیر بالای ایس ارگان باعث میشه که فشار خون کاهش پیدا بکنه. خب گفتیم که فشار خون به دو نوع هست، نوع پرایمری یا نوع اسنشیال یا اساسی هم میگن که 90 تا 95% واقعیت تشکیل داده و نوع سکندری داریم که به علت آفات دیگه اشیای بدن به وجود میایه و 10% حدودا 10% واقعیت تشکیل داده. فرط فشار خون اساسی که گفتیم 90 تا 95% واقعیت تشکیل داده، فرط فشار خونی هست که علت واحد بریزی پیدا نشده، یعنی مثل فرط فشار خون ثانویه که یک علت مشخص یا یک مریضی مشخص باعث ازیالت شده وجود نداره، بلکه به شکل در نتیجه تاثیر عوامل متعدد به وجود میایه که این عوامل میتونه عوامل ژنتیکی باشه یا عوامل محیطی. از جمله عواملی که گفتم در به وجود آوردن فرط فشار خون اساسی تاثیر داره، میتونه اول کاهش اطراح سودیم باشه، یعنی کاهش اطراح سودیم میتونه به عنوان نقطه شروع فرط فشار خون در نظر گرفته بشه، چون احتباس سودیم باعث احتباس آب به صورت ثانوی میشه و در نتیجه سودیم و آب باعث افزایش حجم خون و افزایش فشار خون میشن. تغییرات ساختمانی در جدار اویه هم میتونه باعث به وجود آوردن فرط فشار خون اساسی بشه. این تغییرات در نتیجه حالات مزمن مثلا در فرط فشار خون مزمن دیده میشه، یا مثلا در اشخاصی که از تنباکو استفاده میکنن. تنباکو باعث تاثیرات بالای جدار اویه میشه که جدار اویه در نهایت نازک میشن و خود اویه انقباض میکنن. فاکتورهای ژنتیکی هم در وجود آوردن فرط فشار خون اساسی رول داره که از جمله موجودیت فرط فشار خون اساسی در دو قلوها تثبیت کننده ای حالت است و همچنان فاکتورهای محیطی. فاکتورهای محیطی در نتیجه تغییر در سبک زندگی به وجود میایه که عمده ترین تغییری که در سبک زندگی به وجود آمده اینه که مقدار پتاسیم در رژیم غذایی کاهش پیدا کرده و مقدار سدیم افزایش پیدا کرده. مقدار پتاسیم بیشتر در سبزیجات دیده میشه و سدیم بیشتر در غذاهای نمکی و گوشت که فعلا زیاد استفاده میشه و در نتیجه چاقی هم میتونه یکی از اسباب فرط فشار خون اساسی باشه. استرس همچنان باعث فرط فشار خون میتونه بشه، چون هر گونه استرس باعث افزایش سطح کورتیزول خون میشه و این هم از جمله فاکتورهای افزایش فشار خون هست. و همون رقم که قبلا گفتین، اسموکینگ یا استفاده از دخانیات هم میتونه به عنوان یکی از اسباب فرط فشار خون اساسی در نظر گرفته بشه. فرط فشار خون باعث تغییرات در اویه میشه که این تغییرات در اویه کوچک شامل هیالین آرتریو اسکلروزس و هایپرپلاستیک آرتریو اسکلروزسه. هیالین آرتریو اسکلروزس یا تغییرات
سلیمی که در جدار آبی کوچک به وجود میآید که ای در نتیجه تغییر قابلیت نفوذی حجرات اندوتل به وجود میآید. این تغییر در قابلیت نفوذ حجرات اندوتل باعث افزایش خروج مایعات از جدار آبیه میشه و در نتیجه عبور مکرر مواد از جدار حجرات اندوتل و از جدار آبیه باعث تراکم هیالین در جدار آبیه میشه. و همچنان حجرات عضلی در طبقه متوسط ECM یا ماتریکس خارج حجروی زیادتر افراز میکنند که شامل کلاژن و الاستین هست و در نتیجه این دو تغییر باعث رسوب هیالین در جدار آبیه میشه که در نتیجه لومن آبیه تنگتر میشه. قسمت میبینیم این رسوبات گلابی رنگ عبارت از همو هیالینوزیس یا تراکم هیالین در جدار آبیه هست. این تغییرات بیشتر در اشخاص دیابتیک رخ میده، اما با همه وجود تغییرات سلیمیه. در اینجا هم هیالین و لومن آبیه. هایپرپلاستیک آرتریوسکلروزیس برعکس هیالین آرتریوسکلروزیس یک شکل خبیثی، یعنی در نتیجه فرط فشار خون خبیث به وجود می آید. عبارت از تکثر متحد المرکز حجرات عضلی هست. یعنی حجرات طبقه عضلی اینا تکثر میکنن به شکل متحد المرکز و این تکثر متحد المرکز به اینا منظره آنیان اسکین یا منظره پیازی شکل میده که در نتیجه در این حالت هم باعث تنگ شدن یا استنوز لومن آبیه میشه و این تغییر از جمله تغییرات خبیث هست، فرط فشار خون خبیث. در اینجا میبینیم هیالین آرتریوسکلروزیس و هایپرپلاستیک آرتریوسکلروزیس، منظره آنیان اسکین و گفتیم در نتیجه فرط فشار خون سلیم و فرط فشار خون خبیث. خدا کنه توضیحاتی که دادم قابل فهم بوده باشه. اگر سوالی داشتین حتما میتونید پرسون کنین. موفق و مایه.